بسم الله الرحمن الرحیم. خب میرم بخیر، ما شما درس خود شروع میکنیم و درس ما شما امروز مربوط به اندستری هست. قبلا که ما شما خوانده بودیم فیوچر های پایتون بود، پایتون اپلیکیشن و قسمتی از کیورد ها و بلت این فانکشن ها رو خوانده بودیم. اندستری کسان در پایتون تو معنی که ما از پایتون در کدام اندستری ها، یعنی در کدام کمپانی ها استفاده میکنیم. فرض کنین که شما پایتون رو خواندین، اسپشیالیست ازی شده، یعنی پروفشنال شده نگه در اینجا. خب زمانی که پروفشنال شده، حالا تو مثلا میگه که ما میخوام در کمپانی گوگل وظیفه اجرا کنم در بخش پایتون، حالا باید بفهمی که در گوگل پایتون چی کار را میکنه که مثلا بتونی پیش نیازی که برای او دوره اگر هست مثلا میخوای وظیفه بکنی، چی چیزای دیگر هم باید بخوانی همراه ازی تا بتونی در گوگل وظیفه اجرا کنی، صحیح؟ یا مثلا شما میخواین که در کمپانی اینتل کار کنین، صحیحاً در بخش پایتون، آره پایتون خواهینا پیپرهایشو گرفتی دیگه آماده هستی، ولی چی پیش نیاز لازم است که برای اینکه شما در اون کمپانی میخواین که وظیفه اجرا کنین؟ فقط پایتون دیگه، هیچ در نه نتورک کار، نه سکیوریتی، هیچ چیز دیگه مهم نیست، فقط پایتون خوندی امروزی چی چیز دیگه مثلا تو نیاز داره که یاد بگیری، آماده شوی بری در کمپانی اینتل درخواست بدی که وظیفه بری. پس اینه را کستن ما و شما امروز میخواییم بخانی ها مثلا شما در ناسا برین وظیفه بکنه، صحیح؟ خب پس میریم در اینجا ما و شما چی داریم در قسمت؟ پایتون یوزیج این ناسا، اینه در ناسا کستن پایتون چی بدرد میخوره، در کجاها ما و شما از استفاده میتونیم. اینه کستن قسمت در زبان فارسی، اگر کسایی که مشکل داشته باشند انگلیسی با در فارسیش بخونه. میگن یکی از پیمانکاران اصلی پشتیبانی شاتل ناسا یا United Space Alliance USA یا ایالات متحده نشان میدهد که پایتون نقش منحصر به فردی در ناسا دارد. منابع داخلی در پروژه مهم افزودن پایتون به ما اجازه میدهد تا پیچیدگی برنامه های مانند وس را بدون درگیری شدن در زبان حل کنیم. پس پایتون که اصلا در ناسا پیچیدگی کدام برنامه را حل کردن؟ مانند واس را میگه. بدون از اینکه مثلا درگیر شو با کدام زبانهای دیگه در قسمت، پایتون تانیست به تنهایی خود این مشکل در ناسا حل کنه. صحیحاً؟ حالا شما چی معلومات دارین در مورد ازی؟ ببینید اینجا ما شما داریم چی؟ واس، یعنی Workflow Automation System. که البته ما این قسمت متن گرفتیم اند فارسی هم براتون میگه نشانه یک پایتون نقش منحصر به فرد را در ناسا ایفا میکند، از طرف یکی از پیمانکار نسلی پشتیبان شاتل ناسا اتحاد فضای ایالات متحده آمده است. آنها یک سیستم اتوماسیون گردشکار یا Workflow Automation System را برای ناسا توسعه دادن که سریع، ارزان و درست است. این کار است. البته ما قسمت زیر گرفتیم، شما تکمیل فور از این تا این قسمت را بگیرید، منا کنین برای خود و میفهمین که یعنی ما و شما از دیده کجاها استفاده میکنین. خب دیگه در قسمت چی داریم؟ ما و شما دیگه در کدام اندستری میتونیم که از این استفاده بکنیم؟ دیگه اندستری میگه که Where is Python used in the industry؟ در کدام اندستری کار میتونیم؟ در گوگل. حالا در گوگل در کجا استفاده میشه به نظر شما؟ صحیحاً؟ میریم در قسمت ما و شما میبینیم. Mega better search results are provided based on ranking of the websites and much more. پس در قسمت سرچ نمودن پایتون در گوگل ایفای وظیفه دارد. یعنی ما شما زمانی که در گوگل میخوایم که یکان چیزی مثلا سرچ کنیم در اینجا، ایرمی که سرعت میتو برز و رنکینگ از سر بالا هست، یعنی هرچی که تو در اونجا میگی نظر با اون با دیتایت که هست منبع تک بدست نه، در اینجا ما توسط چی انجام دادیم؟ پایتون. پس گوگل از پایتون به خاطر سرچ نمودن در داخل خود وبسایتش استفاده میکنه. کمپانی دیگر داریم به نام چی هستن؟ دراپ باکس. صحیحاً؟ دراپ باکس در کجا استفاده میکنن؟ دراپ باکس میگن the server and client application are created using python. یعنی سرور و کلاین اپلیکیشنش که هستن استفاده میکنن از چی؟ از کد های پایتون. یعنی سرور and client application are created using python. با استفاده از پایتون که اصلا سرور و کلاین چی شدن اپلیکیشن هاشون کود گذاری شده گیستن توسط دراپ باکس. ببینید ما توسط رایز فقط دیتا هستن که انتقال میدیم، پس همون قسمت سرور و کلاین موردش چی کار کنه اپلیکیشن هاشون؟ کود گذاری شدن در اینجا، یعنی کودینگ کردن. بعد داریم در قسمت نتفلیکس. نتفلیکس که اصلا فیلم میلو میچه دا که
میبینین شما. پس ای هم از پایتون استفاده میکنه. ای در قسمت چی استفاده میکنه؟ Machine learning is used to cluster users based on their interest on shows and retain them for longer. پس ما در نتفلیکس میتونیم که در قسمت machine learning از این استفاده بکنیم. مثلا ما اینجا میبینیم سر فیلم ها زیاده. فیلم های آپدیت جدید کسن در می خود نتفلیکس هستن. ولی ویبسایدش هم واقعا بسیار سنگین هست. میخوان مثلا شما اول خواهیم ویبسایت از یک لود نکنون خیلی وقت میگیره در اینجا. سیسن. و اگر بخواین که مثلا در کمپانی نتفلیکس برین شما چی کار میکنین در اینجا که میایین در قسمت درست هست ماشون میکنین که نتفلیکس من آمد برتان. فقط بالای زکلیت که ایران منتظر باش در اینجا که برایتان چی شو اول باز شو. اینترنتون اگر ضعیف باشه ای اول خوب برایتان باز کردن ایده بسار وقت جنجال میگرده و از اما اگر نتون سریع بود باز زود برایتان چی میکنن؟ باز. حالا آپدیت ترین فیلم های را شما اگر میخواین در اینم اینجا میتونین که پیدا کنین. درست است؟ مثلا اول چی میگه شما؟ میگه که برای اول یک ایمیل آدرس بیتی تا ای که برای چی شود؟ استارت شد. سهش استارت که شد از او باید دیگانو برو هر چقدر فیلم که میخوایی دیگه اینم اینجا هست. سهش شد؟ حالا شما میگین والا فلانی فیلم های آپدیت سلمنه شما یا کجا میرین؟ مستقیم میرین در یوتیوب. دیگه یوتیوب ایت نرو. یوتیوب فقط فیلم های صادقه است. فیلم های آپدیت اگر میخواییم در نتفلیکس باز بریم. فیلمی که نامش هست فقط پرتین برتون پیدا میکنم. دیگه ما شما میتونیم از دیده کجا استفاده کنیم؟ در خود یه چیز دن. علامه چیز دهی؟ آفره. پس ما شما در کجا استفاده میکنیم؟ Cyber Security Analysis and Other Encryption and Decryption Work is done using Python. در کجا هستن میگه Executive Office of the President of the United States. حالا ما در اینجا در کجا استفاده میکنیم؟ سیستم بخش خود امنیتی ارگ ریاست جمهوری امریکا است. ما اونجا به خاطر انالایز نمودن دیتا ها که مثلا زمان او را انکریپت میشه پس دکریپت شدن نظر که هستن با حده کیستن؟ پایتون هست. چون مثلا برزنا وقتی که دیتا میاین خود دیتا انکریپت شده هستن. چون اگر دیتا تو کلین بیای برشان خود اگر کدام هکرها دیگه در وسط باشه او میتونه که دیتا رو بگیره و میفهمه که از ارگ برای فلانی مثلا ارگان ها چی دستوری آمده در اینجا. او در رو میفهمه در اینجا. اما اونو انکریپشن میکنه در اینجا. انکریپت که کرد وی پس دیکریپت از دیم کسی با حده کیسن پایتون. پس پایتون میتونه در بخش سایبر سیکیوریتی فوق العاده کار کنه. درست شد؟ خب دیگه ما شما چی داریم؟ بیت تورنت هم یک کمپانی سن در اینجا. آلی در کجا استفاده میکنه؟ Transfer of files between peer-to-peer which started out as a normal Python file. و بخاطر علمه انتقال دادن فایل ها هستن peer-to-peer یعنی موشمت تو میگیم که دو نفر مثلا در اینجا هستن دیتا میخواه انتقال بدن. سه شد علمه موشمت چی میگیم؟ peer-to-peer. پس بخاطر انتقال نرمال فایل ها موشمت Python استفاده میکنیم. دیگه در خود ناسا استفاده میکنه اینو باز scientific calculations are computed using Python. در قسمت scientific های موشم است چون اینا بیشتر ساینزان ها هستن دیگه در خود ناسا. پس موشم های را قبلا هم گفته بودیم که Python میتونه در بخش scientific همچنون استفاده بکنه. و میرسیم به خود چی؟ مستقیم به سلری Python. چقدر سلری قدر بود نه؟ خب ببین سالری که در اینجا ما شما داریم یکی اصلا به نام اکسپریانس پایتون دیولوپر میگن سرویسن این اینجا یکی دیگر ما شما چی میگیم در این قسمت داریم ما شما به نام چی سینیر پایتون دیولوپر اینو فرق میکنه البته این بخش سینیر هست و این قسمت چی هستن اکسپریانس کسی که تجربه داره و کسی که سینیر هست سینیر به کسی گفته میشه که او تجربه شون بالاتر از دیگران و این مثلا میگه پایتون دیولوپر این فکر که شما مثلا رفتین پایتون یک شش ماه هفت ماه روی پایتون خوندین تکمیل یک چند تا پروژه جور کردین این شما شدین چی؟ پایتون دیولوپر. سینیر برای چی کسایی گفتن میشه که تقریبا یک سال یا دو سال تجربه کاری دارن اینا رو میگیم چی؟ سینیر دیولوپر. باز اینا که سینیر کسی اینا در یک ارگان که رفت از این کده بالا دیگه کسی نیست باز یعنی سینیر هست. سینیر که شد و یعنی از خود ذکر دیگه کسی بالاتر بلکه زیردیست هست چندین یک شاید امکان داره یک صد دانه برنامه نویس دیگه باشد
اما اونی که سینیر شد بعد از ذکر دیگه بالاتر ما نداریم. این سینیر بالاترینه. 2 سال، 8 سال، 10 سال خلاصه هم یک سال که مو طرف شد شما میتونید در کمپانی من حیث سینیر دیولوپر کسر در یک جا وظیفه بکنید. البته در یک سال سخت هم است برای شما آخرین که شما سینیر شده. چون در یک سال تجربه که لازم است نمیشه که مثلا شما که اصلا دخل یک 2 سال، 3 سال باید اینشون هر ارگان شما ببینید. اگر ناشا است که مثلا سینیر دیولوپر لازم داره مگه حداقل مگه 3 سال تجربه کاری باید داشته باشه. چون در 3 سال شما خیلی تجربه میتونید که باید ماشایشان که در اینجا ما و شما داریم چه رقم است که نگه اگر تو میخوای در هند وظیفه کنی سیسان اگر در هند وظیفه داری پایین ترین ماش 240,000 است 240,000 پایین ترین ماش متوسط ماشش 5,000 است خب او را اگر افغانی بگیم اما میتونه میشه دیگه یک چیز و بالاترین ماشی که در هند میتا برای کسی که پایتون یک 6-7 مخوان در یک چند پروژه جور کنم این آماده است دیگه که بیرون در کار هم بالاترین ماش که بیتر برید 1,000,000 نه یعنی خوب تایید بلد هستی دیگه یک 3 دان پروژه جور کردی حداقلش 3 دان پروژه خیلی پروژه است دیگه برید راحت میتونی در جای کار کنی پس اگر تجربه یک چیزی بالاتر هم بود تقریبا از 240,000 شروع تا 1,000,000 ماش میتر بردن البته این ماش های سندر نیست خب این بالا پایین خدا داره دیگه امکان داره مثلا 1.6 مباد ماش 240 نه بلکه شاید 3,000,000 شود یا امکان داره 180 شوه در اینجا امکان داره 200 شوه در اینجا و از این بالا پایینی خدا میداشته باشن ولی خوب ماش میتن دیگه بد نیستن اما در امریکا یک کسی که پایتون دیولوپر هست ایلا شما الان میخوانین در اینجا خلاص میکنین میرین امریکا پروازهای دوم شروع میشن نه پس شما را که امریکا برد پایین ترین ماش برای شما 63,000 دلار میتن این 63,000 هست 63 رو فکر نکنید کالکولیتان بگم ما میریم هند میریم خواهی امریکا نمیریم و متوسط ترین ماشک هستن 89,000 دلار میتن و بالاترین ماشش 129,000 دلار هست سیستن؟ هند؟ نظر در کشور خواهی اینجا چون مصرفش کسن در کلدار هست ماش هم در کلدار در میتن اما خواهی میگه یعنی می بسیت هست میگه تو هم میتنی میگه کلزی موتر بخری هم میگه کلزی زندگی خوب لکس تیر میکنی اما امریکا چی میگه؟ میگه اگه ماش ما برای تو بتون تو باید دلار مصرف کنی دلار میگه کلی گفت و از او برای ازی نمیشه و او خاطری باید ماش نظر دمو برای تو جو انتریست هست البته یک چیز دیگه از خون اینه که اکثر 29,000 دلار هم که برای بیت بازار موقع مالی هم میگرده اما از اون هم مالی نیش کم هست افغانستان خیلی مالی ها نداره مالی ها بسار کم هست دیگه ولی ای امریکا اما خواهی که ماش بلند میتونه اون مخواهی باز مالی هم میگرد تقریبا فیصدی بالا است حالا کسی که سینیر پایتون دیولوپر باشن باز در هند مثلا تجربهش 1 تا 4 سال باید باشه این اگر شما ببینید پوست های وظیفه زیاد اعلان میشه خارجی باشن یا داخلی باشن اونا نظر دمو میبینن که یک شخص واقعا تجربه دارن اونا رو استخدام میکنن حساب کارای ویزا کلی چیزاش خود کمپانی حل میکنن پس اگر شما بین 1 تا 4 سال تجربه داشته باشین شما را تا 588,000 ماش میدن اگر شما مثلا از 5 سال تا 9 سال تجربه داشته باشین شما را 1,000,000 ماش میدن و اگر بین 10 تا 19 سال میشه شما 10 سال شده فرض کن که سر پایتون کار کده رایسین فقط و شما چی هستین سینیر دیولوپر پس شما 2,000,000 ماش میدن بس هست نه؟ این سایی ماش هم محور نیست خواه؟ سالانه هستن که وقت بگن نمای 2,000,000 که بتا من میتونم که آه در یک سال 12 تن حوالی بخرم نه یه از یا پرک میگه یه چیز نمیشه میگه خب خیر خب برم خیلی طرف امریکا اگه یه چیزی برد تا نخورد نه افغانی هسته نه میگه یه بلد مولا میخوره پس برین امریکا خیلی اینجا چی میگه؟ میگه اگر 1 تا 4 سال میگه تجربه داری 109,000 دلار. سایزون این زیاد شد دیگه داری. اگر میگه بازم میخوای بالاترین ماش بگیری پس 5 تا 9 سال تجربه داشته باشی 147,000 متر. اگر از این کدام بالاتر میخوای 165,000 دلار. و 165,000 دلار از این استاندارد نیست. بعض وقتا میره به 180,000. بعض وقت میرسه به 150,000. اتو گردش های ماش تا بالا پایین هست دیگه در اینجا. خب البته شما اگر نظر دهی شما را 129
20,000 هم اگر مش بده ماهوار چند میشه؟ $10,000. سیسن مای $10,000 هم که برای شما بده این کمپانی خیلی زیاد میتره اگر در اینجا سیسن و شما دیگه نیاز به این ندارین که کدام تشویش دیگه داشته باشه. به خاطر که بسیار به حساب سالریشون کسا بالاترین سالری رو شما دارن، شما یک نتورک میخوانید سیسن، شما یک نتورک میخوانید امی سیسی هم که حتی باشین شما در اینجا شما را پایین ترین ماش چقدر میتر $10,000 شما باید سیسی باید باشین دیگه سیسن و اصلا سیسی هایی باید داشته باشین که شما را بیتر $10,000 اما ای ببینید چی میگه؟ میگه 165,000 اینه اگر 120,000 بیتر مای چند میشه؟ مای 10,000 ولی 165 میتر که از 10,000 هم بالا هستن دیگه. پس توی نیاز نداره سیسی هایی بخوانی، فقط اینه میرم که بخوانی بالاترین ماش برید نیت نگه کافی زنانه به حساب ماهوار. خیلی تو چی کار دیم پرواز دوم خدا بگی خواه پس نمانه که بازی ماش دیگه از گیر میره، مجبور باید برین هند شما دیگه. خب صحیح یعنی بیرقایش باز شور خورد دیگه. خب پس میرین دیگه چی دارین در اینجای کمپانی هایی که استفاده میکنن IBM همچنان از پایتون استفاده میکنن، فیسبوک نامش تغییر کرد به میتا سنسن و میتا و ای هم کسا در اینجا استفاده میکنن، گوگل استفاده میکنن و PIXAR اینا البته بسرهای بزنس میشن. خب کمپانی خود اینتل ببین شما اگر واقعا مثلا چانس برای شما پیدا شده و بخواین که امریکا برین، اولین وظیفه که برای شما میتا در کمپانی آمازون هست سنسن دو کمپانی اینانی ایرانی اینتل که است. اگر تو میخوای در کمپانی اینتل هم کار کنی نیاز دارید به این داره که یک سال باید در کمپانی آمازون وظیفه اجرا کنید شما سیسن. بعد از او کستن شما چی کار میکنین در قسمت خواستین در کمپانی اینتل پیشنهاد وظیفه بتین، شما اینان سرچ کنین که مک و پایتون مثلا خواندم و سینیر دیولوپر هم شده، خب دیگه چی مثلا پیش نیاز داره؟ آیا مثلا یک بخش تحقیقاتی نیاز داره؟ چی نیاز داره؟ اونا رو یاد بگی تا او زمانه بعد برده کمپانی اینتل وظیفه اجرا سیست. در افغانستان هم نامتان بالاست که بچه فلانی در کمپانی اینتل کار میکنه یا این کمپانی مشهوری که مردم میشناسه فیسبوک سیست. میتونین در ناسا کار کنین در قسمت، بعد شما میتونین در کمپانی، البته این کمپانی نیست، خود بخشای سایبری امریکاست که مستقیم کانتکت با پریزیدنت امریکا هست نگه. در اینجا البته بسیار سخت هستید که شما وظیفه بگیرید، حداقل یک انفورمیشن بود در قسمت که میگفت اگه کسی میخواد که در امریکا بخش سایبری کار کنن یک خب مثلا باید امریکایی اصلی باشن و در غیر از کسی باید شما اگر مهاجر باشین چند سال باید شما چی کنین سپری باید بکنین در اونجا خود تا اینکه شما بتونید در اینجا وظیفه بگیرید. خب بعد در این قسمت میریم کمپانی دیگه داریم به نام چی هستن؟ به نام ای البته جی پی مورگان چیز. بازی کمپانی بسیار کمپانی بزرگ هست دیگه در اینجا، درست هست؟ شما میتونید در اینجا برین و وظیفه اجرا کنید. خب میریم دیگه بخیر ما شما به طرف اینستالیشن و ای را باز در ریکارد بعدی. For securing your network join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence.